معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان شکایت دارند که با وجود فیصله حکومت به خاطر توزیع زمین‌های رهایشی برای آنان، تا حال زمین‌ها در دسترسشان قرار نگرفته است. در فرم دو برای ما گرفتین که توزیع میکنیم، ولی تا به حال توزیع نمیکنن که ما چم چی علت است. یک دفعه میگن که زورمندا گرفتین غصب بدین، یک دفعه میگه خود رئیس معارف برای مردم های بیرون سنه توزیع کرده، برای باردیگاردهای مردم توزیع کرده. دیگه نه ما نمیفهمیم که گپ چی است، چرا توزیع نمیکنن. تقریبا 4 سال پیشتر برای یک تعداد معلمین اقلیت توزیع شده، برای اکثریت مانده و نمیفهمیم که دولت توجه نمیکنه، یا مثلا دولت مرکزی، یا وزارت معارف، یا ولایت، یا ریاست معارف. دلیل عدم توزیع زمین‌های رهایشی برای معلمان را مسئولین ریاست معارف ولایت پروان غصب زمین‌های آنان توسط زورمندان بیان می‌کنند. بعد بختانه که عمو مقدار زمینی را که انکشاف شهری چیز که دیزاین کرد، نقشش جور کرد، یک مقدارش هم فعلا خانه های خود سر بجه آباد شده و گفتم میتونم که شاید 50% اونمو زمینی را که ما وقت دیزن کردیم اونمو خانه های خود سر در بجه آباد شده باشه که ریاست معارف توانمندی زیره نداره که جله و ازی افراد بگیره که شما در خانه آباد نکنین. محمد عاصم عاصم والی پروان میپذیرد که به دلیل ضعف حاکمیت دولت همچون مشکلات دامنگیری این ولایت هست. یاغیگری و بیسارا ملک دولت قبضه کردن یک عادت، یک مرض سراسری متاسفانه، خلاف قانون و خلاف اصولی مرض کل را گرفته مثل امو چیز واره. به هر صورت یک از جنجالای اداره و حکومت در کل افغانستان این پروان هم است که مردم هر جایر سفید دید میرد برو که شو یک کس سنگ برده و چیز برده، این جنجال ما هست که دنبالش هست. غصب جایدادها و املاک عامه چیز تازه در واقع در ولایت پروان نیست، اما شهرک ساحات رهایشی که تثبیت شده برای معلمین یندقی نشان میده که برای معزل افزایش داده.